و این ردا در واقع ردای عیسی مسیح امروز میخوام این مقدار راجع به این ردا صحبت کنم ردایی که در واقع دیگه اون جایگاه پادشاهی رو در نظر نمیگیره بلکه تصمیم میگیره بیاد فروتن بشه و خالی بشه خدمت کنه میخوام امروز روی این قسمت با شما صحبت کنم چرا میخوام؟ چون که ما تا این ردا رو نگیریم اینو ما داریم تا اینو ما نگیریم نمیتونیم بریم ردایی که در روح القدس رو بگیریم نمیتونیم مست مضاعف رو بگیریم ما نمیتونیم ردای الیشه رو بگیریم و به همین دلیل دوست داریم همه ما بریم اونجا اما میخوام به طور خاص راجب این ردا که عیسی مسیح به عنوان ردای خدمت استفاده میکنه این ردای خدمت اگر برگردیم به عهد عتیق رداییه که در واقع ردای کهانت بهش میگن ردای کهانت چیه؟ رداییه که خدا به موسا گفت هارون رو انتخاب کن به جهت کهانت و خدمت قوم اسرائیل کاهن کسیه که رابطه ما با خدا قرار میگرفت شبعت کننده ما با خدا قرار میگرفت پلی بود بین انسان و خدا و شرایط تو می میکرد که انسان دور شده از خدا بتونه برگرده به سم خدا. به همین دلیل عیسی مسیح به عنوان کاهن ماست آمین اما خدا به موسی میگه که برو و موهارون رو انتخاب کن و او رو مس کن اما قبل اینکه مس کنی قربانی بده و وقتی قربانی میده برای کاهن از خون قربانی میاره و بر مرمه گوشه هارون و بر نوک شست راست هارون و نکه شست پای هارون خون را میماله این خون همون خونیه که راجبش صحبت کردیم خون قربانی که خدا قربانی رو برای ما داد که ما برگردیم آمین؟, آمین و اینجا در واقع ما میخوایم خدمت بکنیم به عنوان کاهنین اتفاقی که اینجا میفته بعد از اینکه خون رو بر اون میپاشه خدا میگه که اوکی الان او را مسش کن و در تصور ما داریم که کلام خدا راجبه این صحبت میکنه چه خوش و دشار دلپسند است جمع شدن ایمانداران با هم همچون روغنی است که بر سر هارون میچکد بر صورت و ریش و ردای او چرا داره صحبت میکنه؟ چون جمعی که جمع شدن خوش به حال جماعتی که جمع شدن که قرار هارون خدمتشون کنه پس راجب مراسمی صحبت میکنه که مراسم آماده کردن شخصیه که قرار بره خدمت کنه پس خون قربانی ریخته شده خونیه که پدر برای پاک شدن ما داده پس خون عیسی بر من و تو هست راجع به اون مذبح صحبت کردیم که گناه مذبح را میشکنه و باسازی مذبح با توبه انجام میشه و دیدیم که در کرمل چگونه مذبح را بنا کرد به جهت گناهان اسرائیل و تا مذبح بنا نشه آتش از آسمان نمیاد و بعد به اینجا رسیدیم که در واقع الان خون بر کاهن هست خون بر من تو هست اما چیزی که ما احتیاج داریم الان روغنه ما خون رو داریم روغن رو باید بگیریم الان خون عیسی رو داریم ما پذیرفته شدیم خونی که پدر برای قرمانی ما در اون باغ عدن میگه برای اینکه اوریانی رو در واقع بپوشونه میگه حیوانی رو قربانی کرد و پوست اون رو پوشانید آمین پس در واقع ما خون رو داریم اما الان وقتی با خود میل خود تصمیم میگیری که فروتن بشی و خدا رو خدمت کنی قوم خدا رو خدمت کنی اینجاست که زمانی که روغن روی تو ریخته بشه حالا اتفاقی که میفته روغن چطوری ریخته میشه میگه روغنی که بر سر هارون میریخته میشه جالبه چند تا مرحله انجام میده میگه از سر هارون شروع میکنه این روغن ریختن و بعد میاد به صورت و ریش او و بعد از ریش میگه به ردای او اینجا سه تا کار داره اتفاق میفته میگه اول بر سر هارون اولین چیزی که یک مس انجام میده اینه که افکار تو رو باید عوض کنه پس اول افکاری که شسته شده به خون عیسی مسیح با مس تبدیل میشه به فکر عیسی مسیح پس خون فکر تو رو میشوره از ضد عیسی و روغن فکر تو رو تبدیل میکنه به عیسی آمین و اینجاست که در واقع این روغن از سر من و تو باید شروع بشه و در واقع من نمیتونم دیگری رو خدمت کنم اگر فکر من همچون فکر عیسی نباشه در همان فکر در تو باشد که در مسیح عیسی بود پس من باید با این فکر بتونم بیام خدمت کنم هر فکری خارج از این باشه برای هر چیز دیگه ای باشه خارج از این افکار باشه خدمت ایسا فکری که ایسا داشت باشه این خدمت مبارک نخواهد بود میگه اگر میخوای بزرگ بشی بین مردم دیده بشی بین مردم مردم تو رو ببینن که کی هستی خدمتشون کن نون بهشون بده آب بشون بده برو براشون ترجمه بکن کاراشون انجام بده برو بیمارستان بهشون سر بذر، دستشون بگیر قرضی داره کمکی داره بهشون برس خب تو اگه به مردم خدمت کنی بزرگ میشی و دیده میشی نه همه دوستت دارن فکر نمیکنم یکی از شما بلنش الان برای مردم کاری انجام بده همه همه میگن واو دمت گرم چقدر باحالی چقدر خوبی چقدر مهربونی این فقط اون عالیه میبینی میاد به من سر میزنه میبینی میاد بر من ترجمه میکنه میبینی به من ندارم به من اینو میده این میده, می خب عالیه کلام خدا میگه ما با بتونیم به دیگران کمکم بکنیم با به این میگن خدمت و به این شخص میگن خادم و شروع میکنه یه کاری رو انجام دادن اما کسی که میخواد اول بشه کوچکترین در واقع قلام باید باشه غلام با خادم فرقش چیه غلام کسیه که وقتی نه اومدنش با خودشه انتخابش کسی دیگه انجام میده نه رفتنش با خودشه خدا انتخابش میکنه میاد دیگه هم نمیتونه بره خادم کسیه که امروز میاد فردا نمیخوام دوست ندارم نمیخوام بدم دیگه چرا باید به آدم‌ها؟ ها؟ نمیخوام حال نمیکنم کنم باشون لیاقتشو ندارن رو ندارن اینها نمیخوام بدم دارم برم یه جای دیگه بدم خادم خودش انتخاب میکنه میاد خودش هم انتخاب میکنه میره چون که هر جایی که راحته کارش انجام میده به همین دلیل تا یه جایی میره بزرگه بعد دیگه حال نکنه میره جای دیگه بزرگ میشه اونجا هم حال نکنه میره جای دیگه کمک میکنه بزرگ میشه هر جا بره میتونه بزرگ بشه همه هم میتونه احترامش بذارن تا یه مختایی. وقتی در عهد عتیق در اشیا 42 درباره عیسی صحبت میکنه میگه اینک بنده من و برگزیده من میگه اینک غلام من نمیگه خادم من تو بعضی ترجمه ها نوشته خادم خادم نیست اسش غلامه یا کنیزه انتخابی از خودش نداره نمیتونه انتخاب کنه حالا چرا دارم به شما میگم ردای ایلیا الیشا مال فقط قلامانه مال خادمی نیست راحت به شما میگم هیچ خادمی ردای علیشه رو نمیگیره نمیتونه بگیره فقط غلام میتونه بگیره فقط کنیز میتونه بگیره به شما میگم چرا و به همین دلیل وقتی میبینیم که الیشا میشه غلام ایلیا نوشته خادم اما در اصل زبان ابریش میگه غلام ایلیا